بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه بهداشت و درمان، خودشناسی طبی. صفحه 172. مرضی به نام همجنسگرایی. عصر مدرنیزم به لحاظی عصر نهضت جهانی همجنسگرایان است و بدین لحاظ به مثابه رجعت جهانی قوم لوط می باشد و عصر لوتیزم یا لاتیزم است، زیرا فرهنگ حاکم بر این جماعت همانا لوتیگری و لاتی است. و می دانیم که جماعت لات و لوتی بیش از هر امری معروف به لاابالیگری و عدم تعهد به امور اخلاقی و اجتماعی هستند و در عوض دعوی عشق و عاشقی و خدمت بیشائبه به دیگران را دارند. البته خدمات فسق و فجوری و اشرتکدهی و میخانهی و پامنقلی. و این نیز دیگر از نشانه های آخر الزمان و پایان تاریخ به عنوان عرصه انقراض نسل بشر می باشد. تکبر و خودپرستی تا سرحد انکار هر تعهدی، حتی در قبال نیاز جنسی و ازدواج، منشأ اصلی بروز مرض یا عذابی به نام همجنسگرایی است که در مردان تحت عنوان عشقگرایی و تخدیرگرایی و گاه درویشگرایی و در زنان مدرن تحت عنوان فیمینیزم خودنمایی می کند. مکتب اصالت مردانگی و نرینگی و اصالت مادینگی، و این یک زندگی انگلی و کرم صفتی است، چرا که انگل و کرم کدو به طور ژنتیکی در آن واحد در خودش حامل نرینگی و مادینگی است و لذا جانوری خودگاه می باشد. ولی در انسان این مرض ژنتیکی نیست، بلکه فرهنگی و اخلاقی می باشد و توجیه ژنتیکی و روانی این مرض یک فریب بزرگ می باشد. این مرض دشمن تعهد و وفا و مسئولیت است، بلذا یک مرض کاملا کافرانه و فاسقانه می باشد و مبتلایانش در جرگه معذبترین افراد بشری می باشند و جز با توبه از کفر و فساد اخلاقی علاجی ندارد.